آب سلام جادی هم میخوام به یک قول خیلی قدیمی عمل کنم. از وبلاگ جادی دات نت هستم، همونطور که میبینین فیلترم نیست، نه چون که اینا شعور سرشون شده، بلکه چون من در این لحظه در سفر هستم. قول قدیمی چیه؟ ایده این بود که آدم ها برنامه نویسی زیاد میخونن، ولی ظاهرن هنوز گیر داریم تو خیلی ها راحت نمیتونن برنامه نویس بشن، در حالی که نمیفهمن فکر میکنن که نمیفهمن. در واقع هیچ کی نداره به شما بگه برنامه نویسی نمیفهمید. مهمل ترین کار جهان برنامه نویسی، یعنی خیلی سرراست و آسون و معقول، و ما با پایتون شروع میکنیم. ایده اینه که با هم بریم جلو، چیزای سخت و بیخیال شیم. میرم مثلا توی سایت پایتون، در واقع مشکل علم اینه که دقیق درسش میدن. وقتی به شما میگن که دایناسورها منقرض شدن خوشحال میشین، یکی میاد میگه نه به بچه‌ها نگین دایناسور منقرض شده ها، اشتباه میشه. بعد مو دایناسورها منقرض نشدن، بعضیاشون منقرض شدن، بعضیاشون ایوالو شدن به یک چیز دیگه. میخوایم اینجوری درس بدیم. روی مک هم هستم چون کامپیوتر شرکته و مجبوریم از مک استفاده کنیم، اشکالی هم نداره، در نهایت سیستم عامل مال استفاده کردنه. ایده درس دادن پایتون نیست، ولی با پایتون میریم جلو اولش، چون خیلی سرراسته. شما انتظار میده که تو کامپیوترتون بتونیم پایتون رو ران کنید. ممکنه لازم باشه مثلا بیاین از بخش دانلود پایتون 3.6 که بهتره رو دانلود کنین. احتمالاً دانلود میکنین، نصب میکنین، ران میشه. اگر لینوکس دارین یا مک دارین، پایتون اتوماتیک ران هست. اگر بزنین پایتون میرین توی کامند لاین پایتون یا هر اسمی که دوست دارین بهش بگین. در واقع من اینجا میتونم دستورات پایتون رو بزنم و ببینم. میخوایم در واقع تو هم اول یه خورده مقدمات برنامه‌نویسی رو بگیم، احتمالاً چند جلسه بیشتر نمیشه. بعد شروع کنیم چند تا مسئله کوچولو حل کنیم، در واقع شیوه فکرمون رو ببینیم. وقتی میگم که میخوایم همه چی رو نگیم، ایده اینه که مثلا متغیر آ مساوی 4 شد. من الان میزنم آ به میگه آ 4ه، برای این گفتم آ مساوی 4ه، 4 رو ریخته تو آ، آ رو تو حافظه در نظر گرفته، گفته اوکی این 4ه. میزنم ب مساوی 5ه، میزنم ب رو بگو میگه 5. در نتیجه میگم آی زب در ب رو به من بگو به میگه 20. بگم آ چند بود میگه آ 4 بود، آ تقسیم بر 2 میشه 2. متغیر رو فهمیدین، رفت دیگه. یه اسمیه که یه عدد رو میریزیم توش یا یه چیزی رو میریزیم توش. مثلا من ممکنه بگم که پی مساوی 3.14.15926ه، بعد بگم شعاع چقدره. اینجا یه دونه بیسکویت خریدم، ساق طلایی مانند خارجی یا ساق طلایی شکلاتیه. بگم من چون ساق طلایی شکلاتی دوست دارم، این میخندن که این اوریجینال نیست، حداقل تقلبیش اینجا هست که خوشمزه است. چقدره شعاعش؟ شعاعش تقریبا میشه مثلا شما در نظر بگیر 5 سانت قطرش باشه، شعاعش میشه 2.5. حله. من گفتم که پی انقدر شعاع 2.5ه. حالا چی رو میخوام؟ پی آر 2 شعاع ضرب در شعاع ضرب در پی. در واقع من میگم چند سانتی متر مربع در این لحظه شکلات ساق طلایی خوردم، 19.6. میگم حالا یکی میاد میگه نه شعاع رو اشتباه گفته بودی، یا شعاع 2.5 نبود، شعاع تو من دقیقا با کولیس اندازه گرفتم 2.3 بود. میگم ترس نداره که شعاع میشه 2.3. چی رو من میخوام حساب کنم؟ شعاع ضرب در شعاع ضرب در پی. در اینجا من انقدر خوردم، حالا این فرقی داشت خز او خیلی فرق داشت، این عددش با هم فرق داره. برحال در واقع مفهوم متغیر همینه. وقتی میگم برنامه‌نویسی رو سخت میکنن، میان به شما انواع متغیرها، چه اسمای متغیری ولیدن. خب میزنیم این کار میکنه. دیگه بزنم 4a دیگه، مثلا عاقلم خودم نمیزنم 4f مساوی 5، ارور میده دیگه. مثلا آدم میزنم f مساوی 5 4 یا هرچی. در واقع میخوایم اینجوری با هم برنامه نویسی رو بریم جلو، ببینیم چی میشه. بعد چند تا برنامه کوچیک مینویسیم، منطقش رو میگیم، شاید فقط شاید شاخار هم رفتیم، ببینیم چی میشه.